ازم پرسیده بودید موتور و ماشینات رو چجوری تمیز میکنی و با چی تمیز میکنی که همیشه موقع فیلم برداری تمیزه و مرتبه. لایکش کنید بریم با هم این محلول جادویی آوریکا رو بسازیم. برای ساخت مواد موتورشور یا به اصطلاح تمیز کننده موتور ما یه سری لوازم نیاز داریم. نیاز داریم به این ظرف مایع شیشه شور، مخصوصا این تفنگی بالاش رو خیلی نیاز داریم. نیاز داریم به پارچه تمیز، اگه دو رو باشه خیلی بهتره، اما اگه نبود نیاز به دو تا پارچه داریم. نیاز داریم به آب مقطر یا آب تصفیه شده و ریکا یا همون مایع ظرفشویی. لایکش کنید بریم ترکیبش کنیم ببینیم چی در میاد. یه مقدار خیلی کم، یعنی تا این حد توی این ظرف از این ریکا یا مایع ظرفشویی می‌ریزیم. مقدارش همینقدر بسه، حدوداً تا این قسمت‌ها اومد بالا. میایم ادامش رو، یعنی تا این قسمت‌ها آب اضافه می‌کنیم. خب همینقدر کافیه. این تفنگیش رو می‌بندیم سر جاش و یه مقداری خودش رو هم می‌زنیم، طوری که یه مقدار زیادی کف نکنه. آروم آروم اینجوری همش که بزنید ببینید کف می‌کنه. آروم آروم باید همش بزنید که این مایعی که زیر رفته آروم آروم تو این آب حل بشه و بچرخه. بعد از اون میریم سراغ تمیز کردن موتور. موتور ماشین شما فرق نمیکنه چی باشه، موتور پراید باشه، موتور XU10 باشه، موتور TU5 باشه و هر موتور دیگه، با همین محلول کوچیکی که درست کردیم میریم برای تمیز کردن موتور ماشین. لایکش کنید بریم برای تمیز کردن. برای تمیز کردن یه سری قاب وجود داره روی همه موتورها هست، اینا در میاد، مثل این قاب روی موتور. خب این جور قاب ها رو شما میتونی خیلی راحت در بیاری و حالا بیرون از ماشین و بیرون از محفظه موتور تمیزش بکنی و کهنه بکشیش. اینا رو میذاریم کنار و مرحله آخره. سعی کنید این نقاب رو که معمولاً توی موتور EF7 هم هست نشورید. پشتش نمد داره، این خراب میشه. این حکم حرارتگیر و صداگیر رو داره. بریم برای تمیز کردن موتور. اگه دقت بکنین سر تا سر بدنه مثل اینجا و اینجا خاک نشسته. سعی کنید اینجوری نکشید با دست. با یه پارچه خیلی تمیز با یه سمتش. بیایید این خاک ها رو اول پاکش کنید. این شکلی. چون موتور این ماشین نو هست خاک زیادی نداشت، زیاد این مسافتی رو طی نکرده، ولی خب از اون حالت اولیش که خاک داشت در اومد. توی مرحله بعد شما همون مایعی که درست کردی رو یکم همش میزنی و بعد میای روی پارچه روی یه سمت دیگش که خاک نداره اسپری میکنی. تا یه حدی که خیس بشه. سعی کنید مستقیم اسپری نکنید، چون این سنسورهاشون راه زیاد داره، یه مقدار آب بره توی این قسمت سنسورهای اکسیژن یا کوئل، بعدا اینا خطا میده. روی همین پارچه شما یه مقدار خیسش بکنید، اینجوری بمالید، بعد روی اون سطح بکشید، کاملا براق و تمیز میشه. این شکلی. ببینید این سینی جلو ماشین بود که من با آوریکا تمیزش کردم و اینم کل قسمت‌های موتوره. برای اینکه یه مقداری براق‌تر بشه شما میتونی ریکا رو به صورت خالی هم بریزی و با اون پارچه بکشی. خیلی شیک و تمیز میشه و عالیه. شاید برای شما هم این سوال پیش بیاد که چرا از ریکا استفاده کردیم یا همون مایع ظرفشویی. مایع ظرفشویی دو تا ماده ضد هم داره. یه مقدار وایتکس توی همه این مایع های ظرفشویی به کار رفته. همین باعث میشه وقتی روغن روی فلزات مختلف بریزه یا روی پلاستیک بریزه خیلی راحت اون چربی رو برداره، اون درصد کم وایتکس. از طرفی یه مایع دیگه داره توی همین ریکا یا همون مایع ظرفشویی که باعث میشه پلاستیک نرم باشه همیشه. برای همین اومدیم
اومدیم از ریکا استفاده کردیم تا یه لایه محافظتی باشه برای پلاستیک و قاب‌هایی که اطراف موتور هستش. در اثر حرارت اینا دفرمه میشه و کج میشه بعد یه مدت، اما زمانی که هر چند وقت یه بار ما بیایم با آب و ریکا تمیزشون بکنیم، به علت وجود همون ماده‌ای که گفتم پلاستیک رو نرم میکنه توی ریکا هست، باعث میشه این پلاستیک خشک نشه و نرم بمونه. خیلی هم راحت تمیز میشه و با کمترین هزینه قابل ساخته. نگونین ارفترر برفترر منتظر فالوورات فالوورین کردنتان هستم. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایکش کن، برای دوستات بفرست، خلاق و پر انرژی باشید.